و همراه هستیم با هوشنگ حسنیاری، کارشناس مسائل نظامی. بسیار خوش آمدین آقای حسنیاری. سوالی که اینجا مطرح میشه این هستش که آیا کشورهای غربی آیا واقعا هنوز تردید دارن که پهپادهای جمهوری اسلامی در جنگ علیه اوکراین استفاده میشه؟ چون پیش از این بارها زلنسکی موضوع رو تایید کرده بود و نسبت به اون هشدار هم داده بود. علی، درود بر شما و ملت شجاع ایران. کشورهای غربی و خصوص آمریکایی‌ها بر این هم کاملا واقف هستند. همونطوری شما اشاره کردین، قبلا هم اوکراینی‌ها بارها این لاشه این پهپادها رو نشان دادن که ساخت جمهوری اسلامی هستند و روسیه از اونها استفاده میکنه و حتی در منطقه شبه جزیره کریمه بعضی از تکنیسیان‌های سپاه پاسداران هستند که این پهپادها رو به پرواز در میارن. اون چیزی که مهم هست در مورد این اخبار اخیر به چند مورد باید اشاره کرد. یکی این که همونطوری که شما اشاره کردین، از همکاری، رابطه بین این همکاری و همکاری روسیه و جمهوری اسلامی در مورد توسعه توان موشک جمهوری اسلامی و به خصوص موشک‌های بین‌قاره‌ای از یکی از این کمک هاست که این به طور خیلی روشن کمک خواهد کرد به جمهوری اسلامی توان موشکی خود رو نه تنها بالا ببره، بلکه این امر خب خلاف قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل هست که خود روسیه به اون رأی داده. مسئله دیگری که در ارتباط با این خبر نشان دادن یا به نمایش گذاشتن این لاشه موشک ها مهم هست، نزدیکی زمان پایان مهلت تحریم هایی است که بر خرید و فروش تسلیحات توسط جمهوری اسلامی در ماه اکتبر سال مسیحی، سال 2023 مسیحی پیش خواهد اومد که بعضی از کشورهای اروپایی عضو شورای امنیت اشاره کردن به این امر که این تحریم ها رو ادامه خواهند داد و در نهایت این همکاری نشان دهنده این هست که جمهوری اسلامی هرچی بیشتر در جنگ اوکراین دخیل هست و زمانی که به اصطلاح سازمان ملل و دادگاه بین المللی لاهه شروع بکنه کار خودش رو برای احضار جنایتکاران جنگی در این جنگ اوکراین، به طور قطع جمهوری اسلامی در این امر شریک خواهد بود و مجموعه اینها به نوعی توجیه کننده حضور این سازمان اطلاعاتی آمریکا و به نمایش گذاشتن این تسلیحات است.